وقت شما بخیر بیننده و شنونده اقتصاد و بازار. با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. ارزش‌ها آسمانی است اما شیوه‌ها زمینی است. پس ما محتاجی هستیم ببینیم کشورهای دیگه چیکار کردن که این موفقیت رو کسب کردن. روایت رئیس صندوق توسعه ملی از حکمرانی دینی در جمهوری اسلامی. همزمان انتقادهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی به مخالفت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه ها ادامه دارد. سهم بالای خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد قیمت یک سبد غذایی حداقلی بیش از نیمی از درآمد یک خانوار کارگری است. رئیس صندوق توسعه ملی با انتقاد از حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی از نفوذ امور مذهبی در سیاست گذاری انتقاد کرد. ارزش‌ها آسمانی است اما شیوه‌ها زمینی است. پس ما محتاجی هستیم ببینیم کشورهای دیگه چیکار کردن که این موفقیت رو کسب کردن. اینجا بریم سراغ کتب مذهبی، شیوه‌ها رو به ما نمیگه که الان به دردمون بخوره، چون ارزش‌ها رو به ما میگه. اگه اینا رو با هم خلط کنیم یه اشکال بزرگی پیش میاد، اونه که بعد این روش‌ها رو به سیره تبدیل می‌کنیم و سیره‌ها رو مقدس می‌کنیم. دیگه کسی جرئت نمی‌کنه این روش‌ها رو به هم بزنه، چون شده سیره و به یک آیین مذهبی تبدیل شده. مثلا روش فلان آدم یا خط فلان آدم، دیگه کسی نمیتونه در موردش صحبت کنه یا جرئت نمیکنه در علنی باش صحبت کنه. در صورتی ما باید بگیم ارزش‌ها که از آسمان میاد همیشه ثابتن، اما شیوه‌ها که از زمین میاد همیشه متغیرن. در همین رابطه انتقادهای فعالان بخش خصوصی به مخالفت هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه تأثیر اون بر اقتصاد کشور ادامه داره. اگر در جهت توسعه صادراتمون تهیه ماده اولیه‌ای که بسیار از کارخونجات نیاز دارن و ارتباطات بین‌المللی بخوایم تافته جدا بافته باشیم، میشه همینی که الان هست و ما دهه‌ها عقب موندیم از اون چیزی که شایسته مردمون هست، شایسته کشورمون هست، به خاطر که همش فکر کردیم خیلی سرآمد هستیم، این گونه باید باشه، دنیا باید خودشو با ما تنظیم کنه. نه، اینطور نیست. تعطیل نکردن شنبه ها یا عدم ارتباط بانکی با دنیا یا بسیاری از تنگ نظریایی که در رفتارها و بخشنامه ها با بخش خصوصی یا بخش اقتصادی دیده میشه علامت و نشان این هستش که ما درک درستی از توسعه، پیشرفت و موفقیت نداریم. حتما موارد سیاسی یا تنگ نظری ها یا جنبه های دینی که ممکنه در خود این موضوع در اصل موضوع نباشند و اتفاقا ضربه بزنن به این بخش ها رو به حاشیه باید برد و شورای محترم نگهبان بایستی به نظر من نگهبانی بکنه. در همین حال رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بهره‌وری منفی در اقتصاد کشور از لزوم پیوستن به اقتصاد جهانی گفت. شما موقعی که وارد زنجیره ارزش چه منطقه‌ای چه بین‌المللی میشید، خود به خود مجبور هستید در یه فضای فوق‌العاده رقابتی و با نگاه به آینده کار بکنید. کشوری که قطع میشه ارتباطش با زنجیره ارزش، حالا وای به حالش، نظام قیمت ها هم که کار نمیکنه، اون برم دیگه چه انتظاری دارید؟ واقعیتش این هست اگر حالا قرار باشه که ما پیشنهادی بکنیم به اصطلاح مسئولین، این هست که آقا به جای این حکم برنامه هفتم که بیخاصیت هست، شما بیاید موانع رقابت پذیری اقتصاد رو رفع کنید، موانع ورود به بازار رو رفع کنید و بپیوندید به زنجیرهای ارزش منطقه‌ای و بین المللی. دکتر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با من هستند. آقای دکتر علوی، این انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از نحوه حکمرانی در جمهوری اسلامی و نفوذ نهاد مذهب در سیاست گذاری رو چطور ارزیابی میکنید شما؟ بنا به درک من این مطلبی رو که ایشون مطرح میکنه به نظر نمیاد که مطلب فردی باشه، دوم این که دفعی باشه، یعنی به ناگهان به این نتیجه رسیدن، بلکه این حاصل یک فرایند بیش از 4 دهه شکست‌های گسترده و البته عمیق است که الان افرادی مثل ایشون رو به این فراست رسونده، به این نکته رسونده که دیگه این مطلبی رو که اسلام فقاهتی خوانده میشه یا فرضاً ایدئولوژی ولایی خوانده میشه یا حالا اسامیش هیچ فرقی نمیکنه،
یعنی اون جزمیاتی که قرار است حاکمیت رو به هر حال تعیین بکنه، مسیرش رو تعیین بکنه، این دیگه کارآمدی نداره. کما اینکه به هر حال نمایندگان بخش خصوصی هم به زبان دیگه همین مطلب رو البته گفتن و این شکست حاکمیت فقاهتی یا ولایی و اون هم به این شکل البته شگفت‌آور نیست. چرا؟ برای اینکه به هر حال این جزمیات سالهاست که مانع رشد اقتصادی بوده، مانع توسعه بوده، باعث فرار سرمایه از ایران، اهم از سرمایه انسانی و به هر حال مالی بوده و اقتصاد ایران رو قفل کرده و طبیعی است که پیامداش رو هم مردم میبینن، هم کارشناسا تحلیل میکنن و امروز به این شکل در رسانه ها مطرح میشه. دکتر علوی، فکر میکنید حکومت در برابر این تقاضای فعالان اقتصادی برای پیوستن به اقتصاد جهانی از موضوع تعطیلی شنبه ها گرفته تا رفع تحریم ها چه واکنشی نشون میده؟ از قضا این نکته ای که شما مطرح میکنید بسیار مناسبه. یکی از مصادیق تضاد میان احکام متسلب و البته جزمی شریعت است که فرضاً حاضر نیست بپذیرد که تعطیلات میباید شامل شنبه هم بشه و منافع اقتصادی که الان فعالین اقتصادی به اون اشاره میکنن. طبیعی است که باید خدمتتون بگم که این کشمکش های نظری صدها سال بلکه هزاران سال در مورد موارد بسیاری مطرح بوده. فرض بکنیم ربا چیست؟ یک دسته میگفتن بهره ربا هست یا نیست، یا اموری مثل همین تعطیلی شنبه، و به نظر نمیرسه که حاکمیت جوابی داشته باشه در برای این مسئله در چارچوب شریعت، بلکه باید تن بسپارد به فرایند این جهانی شدن، این زمانی شدن و این زمینی شدن، یعنی فرایند جدایی دین از حکومت و دولت. و این رو البته فعالین اقتصادی با زبان بسیار نرمی مطرح میکنن، منتها به نظر میرسه که ما داریم به مقطعی نزدیک میشیم که میبایست به صراحت تأکید کرد که مذهب، احکام فقهی، فقه نمیتواند دنیا را آباد بکنه، بلکه حاصل اون همین تخریب زیست محیط است، همین تخریب روابط انسانی است، همین به اصطلاح عقب ماندگی است که موجب به اصطلاح انزوای ایران شده با تمام مصائبی که به دنبالشه، اهم از فقر، شکاف طبقاتی، رانتبری و سایر پیامدهای منفی که این محصول حاکمیت فقهی این رژیم ها. خیلی ممنونم دکتر احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم با من بودید. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت بخش بزرگی از ایرانیان بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می کنند. در این گزارش آمده در اردیبهشت ماه امسال نسبت سبد غذایی تعیین شده از سوی وزارت رفاه برای توزیع کالای کوپنی به 52% حداقل دستمزد یک خانوار کارگری 4 نفره رسیده. این روزنامه نوشته تداوم تورم‌های بالا به ویژه در بخش خوراکی‌ها منجر به حذف برخی مواد غذایی از سفره ایرانیان شده. بر اساس محاسبات دنیای اقتصاد، هزینه تأمین یک سبد غذایی حداقلی برای یک خانوار 4 نفره در اردیبهشت ماه به 6,058,000 تومان رسیده. در این گزارش حداقل حقوق دریافتی یک کارگر متأهل با 2 فرزند 11,609,000 تومان در ماه در نظر گرفته شده. این روزنامه نوشته این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته سهم خوراکی از درآمد خانوارها به طور میانگین بین 10-20% است. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هستن، راجع به این مورد با هم صحبت می‌کنیم. آقای حسنیا، در مورد این برآوردها از نسبت هزینه خوراکی به درآمد خانوارها از شما بیشتر می‌شنویم. خب اگر خاطرتون باشه چندی پیش یک گزارشی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد که بیان دیگری از همین واقعیت بود. در اون گزارش تصریح شده بود که نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر کالری هستند، یعنی نیمی از این جمعیت توان تأمین کالری 1200 کالری روزانه رو ندارند. و البته اون گزارش با واکنش‌های بسیار شدید و بسیار تند دولتی ها روبرو شد، کما اینکه مرکز پژوهش ها مجبور شد این گزارش رو از روی وبسایت خودش حذف بکنه پس از انتشار. حالا این محاسبات و این گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در واقع بیان دیگری از همون ماجراست، اینکه
اصولا یکی از نتایجی که از تحلیل بودجه خانوار و ترکیب سبد هزینه خانوار استخراج میشه تحلیلی است که درباره میزان رفاه جامعه کارشناسان و صاحب نظران از طریق این بررسی ها بهش میرسن. هر چقدر که نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه های یک خانوار بالاتر باشه نشان دهنده نازل بودن سطح رفاه در اون جامعه است، چرا که افراد اون جامعه درگیر نیازهای اولیه خودشون هستن. در این گزارش تصریح شده که نیمی از درآمد خانوار حداقل بگیر صرف صرفاً هزینه های سیر کردن شکم اعضای خانوار شده و میدونیم که به هر حال یک ابر هزینه دیگه هم در سبد هزینه خانوار هست و اون هزینه مسکن و اجاره است. بدین ترتیب میتوان تصور کرد که بسیاری از افراد و خانوارها حتی همین سبد غذایی حداقلی رو که مورد تایید و تعیین شده وزارت رفاه هست قادر به تامین اون نبودن و اقلامی از این سبد غذایی رو مصرف نکردن و کنار گذاشتن. آمارها هم این رو نشون میده، آمارهایی که از کاهش مصرف سرانه لبنیات، کاهش مصرف سرانه مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز در ماهای گذشته منتشر شد. به خاطر داریم که بعد از حذف ارز ترجیحی که تحت عنوان جراحی اقتصادی از اون یاد میکردن دولت مردان دولت 13، هزینه های خوراکی بسیار بسیار بالا رفت و ماهای متمادی ایران در فهرست کشورهایی با بالاترین تورم غذایی در جهان قرار داشت. خیلی ممنونم آرش حسنیار، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، امروز با من بودین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنونم از همراهیتون با بخش اقتصادی امروز.